از زندگیش میشه حتی یه فیلم در سبک هالیوود ساخت. شرور بود و مخوف، ارازلی برازندش بود و به قول طرفدارانش تو رگ‌هاش شرارت جاری بود و آروم نمیگرفت. کارش چوپانی بود در منطقه‌ای که زندگی میکرد. دست روزگار مثل فیلم‌های وسترن اونو تبدیل کرد به یک آدم کش و قاتل و بعد فرار کرد. سالها فراری بود و دست به هر کاری میزد که گیر نیفته. فرار کردنش با دست بسته تا 10 سال تعقیب و گریز از این شهر به اون شهر و حتی توی مدت فراری بودنش نزدیک بود به عنوان کارآفرین ازش تجلیل کنن که ترسیده لو بره و باز فرار میکنه. قتل، فرار از زندان، سرقت مسلحانه و فریب مردم یک روستا تنها بخشی از شرارت‌های این شرور بود. مردی از دیار سیرجان. این مرد چند سال پیش تونسته بود با واژگون کردن خود روی زندانیان فرار کنه که در عملیات ماموران اطلاعات دستگیر میشه. نامش مهدی اکوان بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. آذر ماه سال 1384 به دنبال پیدا شدن جسد سوخته سه مرد در یک خودروی نیسان در اطراف شهرستان سیرجان، تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت شروع شد. بررسی از این حکایت داشت که قربانیان 2 مرد افغانی و 1 ایرانی بودند که ابتدا به ضرب گلوله به قتل رسیده و سپس اجسادشون به آتش کشیده شد. وقتی معلوم شد که قربانیان آن روز برای خرید محموله خاک مس راهی محلی در جاده پاریس شده بودند و 9 میلیون تومان پول نقد همراهشان بود، انگیزه جنایت مشخص شد. بیشک قاتلان افرادی بودند که به بهانه معامله خاک مس قربانیان را به محل قرار کشونده و بعد از کشتن اونها پولهاشون رو دزدیده بودند. با این سرنخ تحقیقات برای شناسایی عاملان جنایت ادامه یافت تا اینکه ماموران به ردپای مردی به نام مهدی رسیدند. او اهل یکی از روستاهای اطراف سیرجان بود و برای فروش خاک مس با قربانیان قرار گذاشته بود. اما 1 هفته بعد از این جنایت مهدی خودش رو معرفی کرد و دستگیر شد و راز قتل مردان جوان رو فاش کرد. مهدی اکوان در بازجویی‌ها گفت این نقشه رو با همدستی یکی از دوستانم به نام عباس عملی کردیم. به بهانه فروش خاک مس قربانیان رو به محلی در جاده پاریس کشوندیم. به اونها گفته بودیم که مقدار زیادی خاک مس برای فروش داریم. اونها با پول نقد به محل قرار اومدن. ما هم با 1 قبض کلاشینکوف به اونجا رفتیم و هر 3 نفرشون رو به قتل رسوندیم و پولهاشون رو دزدیدیم. بعد برای اینکه حادثه رو 1 تصادف جلوه بدیم، اجسادشون رو سوار نیسانی کردیم که با خودشون آورده بودند. در نزدیک 1 پرتگاه با بنزینی که از قبل خریده بودیم، اجساد و ماشین رو آتش زدیم و در پرتگاه رها کردیم. می‌خواستیم وانمود کنیم که ماشین هنگام حرکت به تای پرتگاه سقوط کرده و اونها جان باختن. اما خودروی نیسان به وسط پرتگاه که رسید به 1 تخت سنگ گیر کرد و پایین نرفت. ماشین شعله ور بود و هرچه تلاش کردیم نتونستیم اون رو دوباره به حرکت در بیاریم. برای همین تصمیم گرفتیم فرار کنیم. میدونستیم که خیلی زود معلوم میشه اونها به قتل رسیدن، اما تصور نمیکردیم به این زودی دستگیر بشیم. در حالی که مهدی اکوان مدعی بود که گلوله ها رو هم دست شلیک کرده بود، سلاحی که اونها در چاه انداخته بودند کشف میشه. مهدی اکوان به زندان افتاد و تحقیقات برای دستگیری هم دست او ادامه یافت، اما اثری از این مرد به دست نیومد. 5 سال از این ماجرا گذشت و پرونده همچنان در مراحل تحقیق بود تا اینکه قرار شد مهدی اکوان از زندان کرمان برای انجام تحقیقات تازه به سیرجان منتقل بشه. او در حالی که 1 سرباز و 1 افسر پلیس اسکورتش می‌کردند، با خودروی سواری راهی سیرجان شد. افسر پلیس که تنها 6 ماه به بازنشستگیش مونده بود، پشت فرمان بود و سرباز جوان نیز مراقب مرد زندانی. خودرو به 5 کیلومتری سیرجان رسیده بود که مهدی تصمیم گرفت نقشه ای رو که از دقایقی قبل به ذهنش رسیده بود عملی کنه. او که مردی قوی هیکل بود، با دستبندی که در دستانش بود ضربه محکمی به گردن راننده میکوبه. راننده از حال میره و ماشین همزمان از جاده خارج و واژگون میشه. مهدی که زخمی شده بود به سرعت از داخل ماشین خودش رو بیرون کشید و در حالی که دستبند و پابند داشت پا به فرار گذاشت.
مرد جنایتکار بعد از فرار از زندان سراغ همدستش رفت و جرایمشون رو از سر گرفتن. یک سال بعد اونها در حالی که لباس پلیس به تن داشتن در جاده‌ای حوالی سیرجان کمین میکنن. هدف اونها یک تریلی حامل مس بود که از رفسنجان به تهران میرفت. مهدی و عباس به نزدیک تریلی میرن و به راننده دستور ایست میدن. راننده با دیدن دو مرد که لباس پلیس به تن داشتن پاش رو روی ترمز میذاره. ماموران قلابی از او خواستن پیاده بشه و بعد شروع به بازرسی بدنی از وی میکنن. راننده مرد تنومندی بود که وقتی فهمید دو مرد جوان مامور پلیس نیستن و قصد سرقت پولها و تریلی اون رو دارند با اونها درگیر میشه. در همین هنگام یکی از سارقان با سلاح شکاری که همراهش بود به راننده شلیک میکنه و اون نقش بر زمین میشه. هرچند ساچمه ها به شکم و صورت اون برخورد کرده بودند، اما بخت با وگیار بود که زنده موند و این در حالی بود که دزدان بیان که موفق به سرقت بشن فرار میکنن. به دنبال این سرقت تحقیقات ماموران شروع میشه و معلوم میشه که سرقت کار مهدی و عباس بوده. یک سال بعد ماموران پلیس آگاهی سیرجان موفق شدند مخفیگاه عباس رو در روستای محمودآباد در اطراف سیرجان شناسایی و اون رو دستگیر کنند. وی در جریان بازجویی ها مدعی شد که در سرقت ها همدست مهدی اکوان بوده و کسی که 3 نفر رو به قتل رسونده مهدی بوده نه او. در نهایت عباس به زندان منتقل شد و جستجو برای دستگیری مهدی اکوان ادامه یافت. در حالی که تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه زندانی فراری ادامه داشت، این مرد به روستایی در حوالی رفسنجان میره و زندگی تازه‌ای در پیش میگیره. او در حالی که وانمود میکرد فردی مؤمن و پاک دسته، خیلی زود تونست اعتماد مردم روستا رو جلب کنه و رفته رفته به عنوان چوپان مشغول به کار میشه. در مدت 5 ماه مردم روستا چنان به اون اعتماد کرده بودند که 300 رأس گوسفندشون رو به وی سپرده بودند. مهدی نیز درست چند روز مانده به عید قربان که زمان فروش گوسفندان بود، با استفاده از یک تریلی همه یک گوسفندان رو سرقت میکنه و متواری میشه. مهدی بعد از این سرقت از استان کرمان گریخت و با هویت جعلی در دیگر استانها به زندگی مخفیانش ادامه میده. این در حالی بود که برای گذران زندگی همچنان دست به خلاف میزد. 7 سال از فرار مهدی اکوان از زندان گذشته بود تا اینکه ماموران اطلاعات سیرجان در بررسی های تخصصی دریافتند که این مرد به یکی از روستاهای اطراف شهر برگشته و احتمالاً قصد اجرای نقشه مجرمانه ای را دارد. محل اختفای اون شناسایی میشه و ماموران ساعت 7 صبح مهدی رو در حالی که همراه خواهر و دامادشون سوار یک خودروی سواری بود محاصره میکنن و در یک عملیات ضربتی دستگیر میکنن. به گفته دادستان سیرجان با دستگیری این تبهکار مخوف، پرونده وی به منظور بررسی کامل به صورت ویژه در دستور کار قضایی قرار گرفت. گفتنی بود که این شرور به خاطر سالهای زیادی که در زندان بوده، دادستان سیرجان، رئیس زندان، معاون دادستان، معاون فرهنگی زندان و برخی قضات مشهور در کرمان و سیرجان تلاش های زیادی برای گرفتن رضایت از اولیای دم مقتولان که یکی از اونها اهل افغانستان بود انجام دادن که موفق به رضایت نشدن و در نهایت محکومیت این شرور اجرا شد. در نهایت این شرور معروف که به اتهام 3 فقره قتل از سال 1394 در بازداشت بود، صبح روز 4 بهمن 1398 در زندان سیرجان قصاص شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.